باورتون میشه توی کالسیوم معروف ترین سازه‌ای که توی روم باستان وجود داره نبرد کشتی هم انجام میشده؟ سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم عالی باشید. یکی از معروف ترین سازه هایی که توی روم وجود داره توی کشور ایتالیا کالسیوم هستش، فضایی که گلادیاتورها داخلش مبارزه میکردن و کلی اتفاقات باحال و عجیب غریبه. دیگه توی این ویدیو ده تا از دانستنی های این سازه رو بررسی میکنیم. بسیار بسیار نکات جالبی وجود داره داخلش، حتما تا آخر تماشا بکنید و اون موارد آخر خیلی خیلی جالبتر و جذابتر هم میشن. امیدوارم میتونید نگاه بکنید و اینکه ازش لذت ببرید. اگر دوست دارید کلی دانستنی حقایق و عجایب دیگه یاد بگیرید، این پایین میتونید سابسکرایب بکنید، خانواده ما رو کوچولو بزرگتر و البته با عشقتر بکنید، سفر بکنید به روم باستان، کالسیوم و گلادیاتورها. اولین نکته خیلی خیلی جالب در مورد این سازه بسیار بسیار باحال و البته قدیمی، سال ساختش هست توی سال 72 میلادی، میگن ساخته شده در حدود 1950 سال قدمتش هستش، و اینکه میگن یک امپراتوری بوده توی روم باستان با عنوان وسپاسیان، اگر اسمش رو درست گفته باشم، اون این ساخت کار ساختش رو انجام داده. و اینکه نکات خیلی خیلی جالبتری هم در مورد این ساختش هست، البته توی نکات بعدی بهش اشاره میکنیم. دومین دانستنی جالب که اول ویدیو هم بهش اشاره کردم، خب در حدود 50,000 نفر ظرفیت این کالسیوم هستش، و اینکه نبردهای خیلی خیلی متفاوتی هم اتفاق می افتاده، از گلادیاتورها تا نبرد حیوانات وحشی که مثلا ببر و خرس و کروکودیل و شیر و این چیزها بوده. در کنار این میگن یک دوره حتی اون فضای داخلی کالسیوم رو از آب پر می کردن و نبرد کشتی ها داخلش اتفاق می افتاده. نمیدونم چه سیستمی وجود داشته توی اون دوره از تاریخ که میتونستن یک چنین کار رو انجام میدن، ولی خب واقعا نکته عجیب غریبیه. سومین نکته جالب در مورد کالسیوم، یک حالت تونل مانندی هستش که زیر این سازه قرار داره. میگن 36 تا در وجود داره که حالت تله مانند داره. به احتمال زیاد توی فیلم ها دیده باشید که حیوانات وحشی از اون درهای تله مانند میان بیرون، و اینکه الان میگن که مقدار خیلی خیلی زیادی از این فضاها تخریب شده. اون تونل ها رو خیلی بهتر و دقیق تر میتونید ببینید، و اینکه میگن مهندسی خیلی خیلی جالبی هم داره ساخته یک چنین تونل هایی زیر یک چنین ساختمون به این بزرگی. چهارمین نکته خیلی خیلی جالب در مورد معماری این سازه هستش، باورتون میشه یک دوره حتی یک حالتی مثل سقف مانند داشته؟ و نکته عجیب تر این که این سقف حالت ثابت نداشته، یعنی دوره که هوا گرم بوده یک حالتی مثل پرده مانند بوده و حالا اینو بازش میکردن که نور آفتاب اذیتشون نکنه، و توی حالتی که خب نور آفتاب وجود نداشته این رو کنار میزدن. نمیدونم با چه سیستمی این کار میکرده، ولی خب ساخت یک چنین سقفی که حالت سیار مثلا داشته باشه با اون ابزار توی اون دوره خیلی نکته جالبیه. پنجمین دانستنی جالب در مورد کالسیوم، باورتون میشه یک زمانی حتی این جشن‌ها 100 روز طول می‌کشید، عدد خیلی خیلی زیاده، و اینکه 100 روز این مسابقات و حالا نبردهایی که بین گلادیاتورها بوده تکرار می‌شد، عدد خیلی خیلی جالبه. و اینکه در کنار اون میگن توی سال 435 دیگه گلادیاتورها حذف شدن از این ماجرا، و اینکه اینم اضافه بکنم یکی دلیلی داره، این دلیلش رو توی قسمت‌های بعدی توضیح میدیم. مورد ششم، توی قسمت قبلی گفتم که چرا گلادیاتورها حذف شدن. باورتون میشه توی همین دوره‌ای که گلادیاتورها بودن و این مسابقات برگزار می‌شده 400,000 تا آدم مرده توی اون مسابقات، و در حدود 1,000,000 حیوان وحشی، عدد خیلی خیلی بزرگیه، و واقعاً یک حالت خونینی داشته این مسابقات گلادیاتورها و حالا اون حیوانات وحشی که در کنارشون بوده. هفتمین موردی که به احتمال زیاد کوچولو تلخ باشه براتون، باورتون میشه این سازه ای که الان ما داریم میبینیم یک سوم از اون سازه ای که وجود داشته توی تاریخ و دو سومش تخریب شده توی سال 847، و از اون طرف 1231 دو تا زلزله خیلی خیلی شدید اونجا اتفاق میفته و بیشترین تخریب مربوط به اون دو سال هستش. ولی خب در حالت عادی سازه‌ای که 1950 سال عمر داشته باشه عادی هستش که تخریب بشه مقدارش. به عنوان نکته هشتم یک توضیح در مورد افرادی که این سازه رو ساختن بدیم، میگن در حدود 60,000 نفر کارگر و حالا افرادی که اونجا کار میکردن وجود داشتن تا بتونن این سازه رو بسازن. در حدود 9 سال هم طول کشیده این فرایند ساختش. اسم این 60,000 نفر و داستان و ماجرایی که داشتن برای ساخت این سازه هم توی یک فضای با عنوان آرک آف تیتوس، یک حالت مثل مجسمه مانندی هستش، یعنی یک حالت سنگ نوشته هم داره حتی روی اون نوشته شده. اگر در حالت مستطیلی مثلا در نظر بگیریم این
فضایی که گلادیاتورها داخلش می‌جنگیدن 189 در 156 متر بوده و اینکه 50 متر هم ارتفاعش هستش. توی اون دوره با اون ابزار واقعا ساختن یک چنین چیزی کار سختیه. به عنوان نهمین نکته، باورتون میشه قبل از ساخت کالسیوم توی همون مکان دریاچه مصنوعی وجود داشته؟ یک پادشاهی بوده توی اون دوره قبل از ساخت کالسیوم با عنوان نرو و اینکه توی اون دریاچه مصنوعی خودکشی میکنه. بعد از اون این آقای وسپاسین برای اینکه اون اتفاق از بین بره و فراموش بشه اون دریاچه مصنوعی رو خشک میکنه و روش این سازه بسیار بسیار باحال رو میسازه که الان یکی از معروفترین جاذبه های توریستی ایتالیا به حساب میاد. دهمین دانستنی خیلی جالب در مورد کالسیوم که البته یک ارتباط کوچولویی هم با گلادیاتورها داره. اگر الان از ما بپرسن که خب گلادیاتورها مثلا کی بودن، به احتمال زیاد تعریفمون اینه که تمامی افرادی که توی کالسیوم می‌جنگیدن و حالت جنگجو داشتن گلادیاتور به حساب میان، ولی خب توی تعریف روم باستانی متفاوت هستش. یک نوع خاصی از شمشیر وجود داشته که یک مقدار کوچیک‌تر بوده حتی از این شمشیری که ما می‌شناسیم، یعنی یک چیزی بین خنجر و شمشیر اینجوری بتونید در نظر بگیرید با عنوان گلادیوس. و میگن جنگیدن باش هم خیلی خیلی کار سختی بوده و تنها کسانی که میتونستن با اون نوع خاص از شمشیر بجنگن گلادیاتور به حساب میومدن. البته بعد از اون این حالت کلی گرفت، ولی خب حالت تاریخیش چنین ماجراییه. این بود 10 تا نکته خیلی خیلی جالب در مورد کالسیوم. امیدوارم تا آخر تماشا کرده باشید و اینکه ازش لذت برده باشید. اگر دوست دارید دانستنی دیگه یاد بگیرید، این پایین میتونید سابسکرایب بکنید، خانواده ما رو کوچولو بزرگتر و البته با عشق‌تر بکنید. امیدوارم همیشه در زندگی خلاق، پر از انرژی مثبت، کلی حال خوب و عشق باشید. این دو تا ویدیو رو دست ندید. خدا نگهدارتون.